در حالی که نابرابری، فقر، بیکاری، کودکان کار، دختران فراری، مشاغل غیررسمی، اعتیاد، ایدز، فرار مغزها، رشد جرم و جرایم و عبادات جنسیتی در محیطهای کار و آموزش به کلیدواژه‌های اصلی توضیحگر وضعیت زنان در جامعه ما تبدیل شده، معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور اعلام کرده دنبال انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان ملی استاندارد و معاونت امور زنان و خانواده است تا استاندارد خانواده اسلامی ایرانی رو تدوین کنه. توجه شما رو جلب می‌کنم به گفتاری از نگار محسنی. هفته گذشته در جریان بازدید مولاوردی، معاون روحانی در امور زنان از یک مرکز ویژه زنان آسیب دیده، اکبر رجبی مدیر این مرکز گفت که ظرف 4 سال اخیر تعداد زنان کارتون خواب در تهران 2 برابر شده و به بیش از 500 نفر رسیده. همزمان خبری منتشر شد مبنی بر همکاری معاونت زنان و خانواده با سازمان ملی استاندارد. هدف این همکاری اونطور که نیره پیروزبخت گفته ارائه الگوییه برای تدوین استاندارد خانواده اسلامی ایرانی. چون به گفته این خانم جمهوری اسلامی این شایستگی رو داره که چنین الگویی ارائه بده. آدم با شنیدن اینجور حرفا واقعا نمیدونه باید بخنده یا بزنه زیر گریه. طوری که آمارهای رسمی نشون میده اعتیاد زنان در 10 سال اخیر 4 برابر شده و رقمشون رسیده به حدود 10% کل معتادان ایران. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از کشورهای همسایه ما هم پایین تره. نرخ بیکاری زنان بیش از 20%، یعنی 2.5 برابر بیکاری مردان. کارتون خوابی زنان هم که به گفته خودشون داره افزایش پیدا میکنه. در چنین شرایطی تدوین استاندارد خانواده اسلامی ایرانی یعنی چی؟ یعنی ترویج خانه نشینی زنان؟ توجیه بیکاری گسترده تر زنان؟ انکار آپارتاید جنسی در محیط کار و آموزش؟ پرده پوشی ریشه های واقعی فقر و تنفروشی و وصف کردنش به مشیت الهی؟ و الگو قرار چی باشه؟ اینکه زن باید اسیر کار خونه بمونه؟ در چهارچوب طرح‌های ارتجایی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت به فرزندزایی رو بیاره؟ نمازخون، مؤمنه، چادری و اهل مسجد و منبر باشه؟ به موقعیت خودش به عنوان موجود دست دوم و پستر از مرد در خانواده تن بده و در هر شرایطی از مرد تمکین کنه؟ چنین چیزی اصلا ارزشه که به خاطرش حتی وقت تلف بشه؟ شما که نمیتونین کارتون خوابی زنان رو چاره کنین، جلوی اعتیادشون رو بگیرین، با بیرون کردن زنان از بازار کار به طور مؤثر مخالفت کنین، مانع دستگیری و سرکوبی زنان به خاطر حضور در ورزشگاه ها و تماشای مسابقات ورزشی بشین، یا جلوی اسید پاشی به زنان رو بگیرین، لااقل میتونیم که طرح‌های بی سر و ته ندیم. آخه تدوین استاندارد خانواده اسلامی ایرانی هم شد کار؟ خب بیاین بگین بودجه ای رو که گرفتین میخواین بین پسرخاله های خودتون یه جوری پخش کنین. این که راحت تر و قابل فهم تره. وقتی در 35 سال با وجود 1000 جور سوء استفاده از قدرت دولتی نتونستین الگوی اسلامیتون رو درست کنین و به خورد زنا بدین، حالا سازمان استاندارد چه کاری از دستش برمیاد؟ مفهوم استاندارد تا چند دهه پیش به واحدهای قراردادی خاصی در زمینه کالاها و امور تجارت محدود بود. بعدها این مفهوم گسترش پیدا کرد و شامل مجموعه ای از ارزش‌گذاری‌های کمی و کیفی در زمینه تولیدات، اجناس و خدمات مختلف شد. حالا سازمان استاندارد میخواد به واسطه مرکز زنان چه چیزی رو در حوزه‌های بهداشت، ایمنی، امنیت و سلامت مردم به زنان آموزش بده؟ که مثلا خوب مردم روزی حداقل 2 بار دهانشون رو مسواک بزنن، فلان میزان سبزیجات در طول هفته مصرف کنن، اسبها در محلات خطرناک تردد نکنن که ایمنیشون حفظ بشه، موقع خرید چادر
به کیفیت و استانداردش توجه کنند. مثل درجه بندی هتل ها متوجه نوع و درجه بندی خدمات مختلف در مراکز مختلف بشن. اگه اساس این چیزها و مشابه ایناست، آیا واقعا مردم این چیزها رو نمیدونن؟ و آیا ایناست دردهای اصلی زنان جامعه ما؟ بسیار ترجیح داره که این جور طرها به کلی حذف بشه و بودجه در اختیار سازمان‌های غیر دولتی واقعی قرار بگیره که در زمینه مقابل با آسیب‌های اجتماعی زنان مشغول تلاش و پیشبرد طرح‌های واقعی هستند.